ماجرای دوستی گلشیفته فراهانی با لئوناردو دیکاپریو بازیگر معروف آمریکایی و همینطور چگونگی ورودش به سینمای هالیوود و انتخاب شدنش توسط ریدلی اسکات کارگردان معروف جهان. با ما همراه باشید. صحبت‌های گلشیفته فراهانی در مورد ورودش به سینمای بین‌الملل رو میشنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب از بین بازیگرای ایرانی، بازیگرای زیادی بودن که توی پروژه‌های بین‌المللی و خارجی حضور داشتن، ولی خب بدون شک میتونیم موفق ترین بازیگر ایرانی رو که توی پروژه‌های سنگین هالیوودی و حتی بالیوودی حضور داشته گلشیفته فراهانی بدونیم. گلشیفته که توی آثار مشهور جهان و طراز اول هالیوود همیشه حضور داشته، از چگونگی ورودش به سینمای هالیوود و دوستی و رفاقتی که با بازیگرها و کارگردانهای مشهور داره صحبتهایی رو انجام داد و برای اولین بار در مورد رفاقتش با لئوناردو دیکاپریو بازیگر معروف آمریکایی صحبت کردش. گلشیفته که کار خودش رو با فیلم جنجالی یک مشت دروغ ریدلی اسکات شروع کرد، بعداً توی آثار مشهور هالیوودی مثل استخراج یک و دو و حتی دوزان دریایی کارائیب هم حضور داشتش. اما کانکشن گلشیفته با سینمای خارج کی بود و از چه طریقی گلشیفته وارد سینمای بین‌الملل و هالیوود شدش؟ اینطور که خودش برای اولین بار توی برنامه چندشنبه با سینا افشاگری کرد، اصلا برنامه‌ای برای حضور در سینمای خارج نداشت و همیشه دوست داشتش که توی سینمای ایران باقی بمونه و به صورت کاملا تصادفی و یک بار این اتفاق افتاد. گلشیفته مدعیه که توی یه تایمی توی حوالی سال 2008 که تازه فیلم بوتیک اکران شده بود، از طرف افراد مختلف در مورد این که ریدلی اسکات فیلم بوتیک رو دیده و دوست داره برای نقش دختر خاورمیانه‌ای فیلم جدیدش از سو استفاده کنه، به من پیغام‌هایی داده می‌شد و می‌گفتن که باید حتما فیلمت رو برای ریدلی بفرستی و اون بررسی بکنه و احتمال این که باهات همکاری بکنه زیاده. ولی خب من اون موقع اصلا تمایلی نداشتم به این کار و کلا فکر و ذکرم پیش پروژه رسول ملاقلی پول بودش که می‌خواستم به زودی استارتش رو بزنم، ولی خب اون پروژه انجام نشد و من یه مقدار فکرم رفت سر این که بتونم با ریدلی اسکات هم همکاری داشته باشم. واسه همین چند جلسه باهاشون جلسه گذاشتم، فیلمم رو براشون پست کردم و در نهایت اونها من رو برای فیلمشون انتخاب کردن. فیلم یک مشت دروغ که در مورد بحران نیروهای نظامی آمریکا توی منطقه خاورمیانه ساخته شده، یه فیلم اکشنه که توسط ریدلی اسکات کارگردان مشهور آمریکایی که فیلم‌هایی مثل گلادیاتور و مریخی رو توی کارنامه داره ساخته شده. بازیگر اول این فیلم لئوناردو دیکاپریو بازیگر معروف هالیوودی هستش که احتمالاً خیلیاتون اون رو با فیلم تایتانیک یا گرگ وال استریت به خاطر دارید. خلاصه که گلشیفته میگه ما پروژه فیلم برداریمون حدوداً 6 ماه در کشور مراکش اتفاق افتاد و همه جور مانع ایجاد میشد که من توی این فیلم حضور نداشته باشم، ولی خب ریدلی اسکات اصرار داشت که حتما من باید این نقش رو بازی بکنم و تمام این موانع رو به صورت شخصی بر میداشت. اولین مانعی که بر من ایجاد شد این بودش که کمپانی برادران وارنر یک کمپانی آمریکایی هستش و به خاطر تحریم ها نمیتونه با یه ایرانی که پاسپورت ایرانی داره قرارداد همکاری ببنده. خلاصه که کلی را در رو میانبر زدیم تا در نهایت از طریق شعبه انگلیس کمپانی برادران وارنر با من قرارداد بسته شد. از اون طرف به من به عنوان یه ایرانی ویزای ورود به کشور مراکش رو نمیدادن. اونجا هم باز ریدلی اسکات با حاکم مراکش لابی کرد و موفق شدش که ویزای من رو برای 6 ماه حضور توی این کشور و فیلم برداری این فیلم بگیره. خلاصه که من فیلم رو بازی کردم و توی کل فیلم هم پوششم کامل بود و فکرم نمی کردم که مانعی برای حضور و برگشتم به ایران ایجاد بشه، چون هم مفهوم فیلم یه فیلم ضد آمریکایی بود و مطابق قوانین جمهوری اسلامی و هم پوشش من و
نقشم جوری بودش که احتمالاً مشکلی برای ورودم به ایران ایجاد نمی‌شد. البته یه سکانس کوتاه از فیلم بودش که من توی اون حجاب نداشتم که بعد از فیلم برداری و تدوین من از کارگردان خواهش کردم که اگه امکانش هست این سکانس رو از فیلم حذف کنن که برای من توی ایران مشکلی ایجاد نشه. و وقتی هم که شرایط ایران رو براش توضیح دادم و گفتم که حتی احتمال داره جون من در خطر باشه به خاطر همین یه سکانس، اون هم قبول کرد که این سکانس رو از فیلم حذف بکنه. سکانسی که من و دیکاپریو دو نفره تنها بودیم و فقط من حجاب نداشتم و دست روی صورت دیکاپریو میکشیدم و هیچ اتفاق خاصی هم تو این سکانس نیفتاد. ولی خب کارگردان بزرگی مثل ریدلی اسکات حاضر شدش به خاطر حرف من و خطری که احتمالاً منو تهدید میکنه این سکانس رو از فیلم بزرگ و جنجالیش حذف بکنه. خلاصه که ما فیلم رو بازی کردیم و اومدیم ایران و مشکلاتمون شروع شد. بریم قسمت‌های از صحبت‌های گلشیفته رو در مورد ورودش به سینمای هالیوود و بین الملل با هم بشنویم. هیچ وقت نمیخواستم از ایران برم، هیچ وقت. بیشترین اتفاقی که تو زندگی من واقعا افتاده که واقعا نقاط خیلی مهم زندگیم بوده اصلا انتخاب من نبوده. من اصلا نه سودای این که برم اون خارج بازیگر بشم و اینا رو نداشتم. به طور خیلی اتفاقی دهن به دهن به من رسید که ریدلی اسکات دنبال تو میگرده. گویا فیلم بوتیک رو دیده بودن، یه همچون چیزی، فیلم بوتیک که با 40,000 دلار ساخته شده این فیلم، 40,000 دلار یا 80,000 دلار، اصلا جوکه واقعا. من اصلا در عمرم کاستینگ ندادم، یعنی من نرفتم یه کاغذی رو بگیرم تو دوربین بخونم، اصلا من میام شما رو میبینم. رفتیم ریلی اسکات رو دیدیم، دو ماه اینا ما رو آوردن و بردن امتحان کردیم فلان اینا، بعد دو ماه گفتن ویلکام تو دی پروجکت، خوش اومدین. بعد از این دو ماه حالا بگو اون لحظه که گفتن ویلکام تو دی پروجکت، دو روز بعدش گفتن ما نمیتونیم با شما قرارداد ببندیم. چرا؟ تا اون زمان من اصلا نمیخواد گفتم حالا شد شد نشد نشد. اون زمان گفتم اون غیر ممکن، نمیتونی نمیتونی. چرا؟ ایرانی هستیم شما. شما ایرانی هستیم که پاسپورت کشور دیگه ندارین و به خاطر تحریما هیچ کمپانی امریکایی نمیتونه با شما قرارداد ببنده. اون لحظه من گفتم یعنی منی که در ایران خودم مدام در جنگم، مدام در مقاومتم، به خاطر اون اینا نمیتونن با من قرارداد ببندن. گفتم این نمیشه. و البته یک سال بعد گفتن که ریدلی گفته به استودیوی وارنر برادرز که جورج بوش باید بگه این نمیتونه بازی کنه، والله اینو باید راه پیدا کنین و بیارینش. یعنی اگر ریدلی اسکات وای نمیستاد اینطوری پای منو به راحتی بازیگر دیگر گذاشته. آره دیگه کذبش کرد. نهایت وکیلا یک راهی پیدا کردن که به جای وارنر برادرز امریکا من با وارنر برادرز انگلیس قرارداد بستم، والله من اصلا نمیتونستم تو فیلم بازی کنم برای اینکه ایرانی بودم. و بعد گفتن خب حالا فیلم برداری مراکش، ویزا مراکش، اصلا ویزا نمیده به ایرانی‌ها. بعد دیگه ویزا گرفتیم فلان، خلاص رفتیم 6 ماه فیلم برداری که بماند. اون فیلم برداری واقعا چیز عجیبی بود. یعنی اولا که تمام این چیزایی که راجع بهش حرف میزنیم، این که من خب با لیوناردو دیکاپریو خیلی دوست بودیم، رفیق شده بودیم، بسکتبال بازی می‌کردیم، والیبال بازی می‌کردیم، جت اسکی رفیق بودیم، مثل ایران که همه دوستان رو می‌رفتیم و بغل می‌کنیم. جلو دوربین این صحنه بود که من باید اینطوری دور گردنش می‌گشتم، یه استخون توی گردنش پیدا می‌کردم و می‌فهمیدم که این الان یه تنها سکانسیه که تو بی حجاب بازی کردی. آره. در واقع این سکانسه که آره و نمیتونستم دست بزنم من خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به صحبت‌های گلشیفته فرانی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون گلشیفته توی فیلم‌های ایرانش بهتر درخشید یا توی فیلم‌هایی که در سطح بین‌الملل توی سینمای هالیوود و سینمای کشورهای مختلف بازی کرده؟ حتما نظراتتون رو برام بنویسید و بهمون بگید فیلم محبوبتون با بازی گلشیفته فرانی کدوم فیلم هستش. ممنون از همراهیتون با ما. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه‌ام یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.